امروز اومدیم سراغ یکی از کوچکترین بی ام و های بازار ایران، بی ام و سری 1. سلام، من مهدی مومخانی هستم. امروز اومدیم سراغ یه بی ام وی که فقط یک نسل تونست زندگی کنه و زود دار فانی رو ودا گفت. بی ام وی 125 آی یا همون سری 1. آره، بی ام وی سری 1 داستان زندگی خیلی کوتاهی داره. سال 2004 به دنیا اومد و بدون اینکه چیزی به بی ام وی اضافه کنه سال 2013 دار فانی رو ودا گفت. یعنی کل داستان زندگیش همین بود بنده خدا. داستان سری 1 هم کوتاه هم عجیبه. در واقع سال 2003 بود که بی ام وی تصمیم گرفت سری 1 رو جایگزین سری 3 کامپکت کنه و در سال 2013 بی ام وی سری 2 رو جایگزین سری 1 کرد. این نشون دهنده کارماسا، بگیری میگیره. یه چیزی از یکی بگیری چند سال دیگه همون ازت میگیرن. حواستون به کارما و این داستانا باشه. بخوام یه توضیح هم راجع به اون سری 3 کامپکت بهتون بدم. سال 1994 بی ام وی اومد یه مدل هاچبک از سری 3 سال زد و تا سال 2000 هم رو خط تولید بودون بی ام وی. و نسل دومش هم سال 2000 معرفی شد که تا سال 2003 همون سری 3 کامپکت بود. بعدم که سال 2003 سری 1 جایگزینش شد، یعنی شد اصلا یه نسل مستقل برای خودش. سری 1 زمانی که معرفی شد توی 3 تا کلاس بود. یه دونه مدل هاچبک بود با کد اتاق E81 که تو فیلم پسر تهرونی هم امین حیایی داشت. یه مدل کوپه و یه مدل کانورتبل هم داره که این کانورتبلشه با کد اتاق E88 و مدل کوپه هم با کد اتاق E82. نمیدونم این E83 4 5 6 اینا چی شدن که یهو پرید E88. از سری 1 دو تا مدل موتور وارد ایران شد. یکی مدل 120 بود که یه موتور 2 لیتر 4 سیلندر داشت، میتونه 170 اسب بخار قدرت تولید کنه و توی 8.4 ثانیه از 0 به 100 کیلومتر در ساعت برسه و یه چیز نزدیک به 1505 کیلوگرم وزن داره و به طور میانگین 6.6 لیتر در هر 100 کیلومتر بسوزونه تو نسخه کانورتبل. نسخه دوم مدل 125 که میشه همینی که ما اینجا داریم. این ماشین دارای یه موتور 3 لیتر 6 سیلندره که میتونه 215 اسب بخار قدرت تولید کنه و توی 7.5 ثانیه از 0 به 100 کیلومتر در ساعت برسه و نزدیک به 1615 کیلوگرم وزنشه و به طور ترکیبی یه چیز نزدیک به 9 لیتر در هر 100 کیلومتر مصرف بنزینشه. توربو موربو هم هیچی نداره، تنفس طبیعی کامل. خب بیا فضای صندوقش رو بگیر. فضای صندوقش این جای سقفشه. اگه سقف باز باشه همونجور که میبینید فضای صندوق خیلی زیادی نداره. چرا؟ مال دوتا آدم، یعنی یه چمدون بزرگ اندازه شوکه، یعنی یه چمدون بزرگ بذاری دوتا آدم راحت میتونی باهاش بری شمال، ولی بیشتر اذیت میکنه دیگه. من اینکه سقف رو ببندی فضای صندوقت بیشتر میشه. در کل مال این ماشین کوپ هست دیگه، نه با توقع صندوق ازش داشته باشی که. خب یه توضیح هم راجبه توی این بی ام وی بهتون بدم. این ماشین برای سال 2009 نه با خیلی توقع الان تکنولوژی های پیش رفته نمیدنم این سیستم رو داشته باشی دیگه. برای الان، برای اون موقع طراحی بی ام وی همین بوده دیگه، حالا خوب و بدش بخیرش صاحبش همون موقع. ولی بخوام توضیح کلی بدم، این سیستم تهویه مطبوعشه که این علامت AC‌ش اینجوری با سیستم با یه عکس برف نشون داده شده، بعد یه دکمه ماکس AC هم داره که این باعث میشه توان کولرتون خیلی بیشتر بشه. بعد حالا تهویه مطبوع دوگانه هم داره دیگه، یعنی شاگرد میشه برای خودش دماشو تنظیم کنه، راننده هم برای خودش. حالا سیستم ضبطشو این سقفو باز میکنه، این سقفو میبنده، سنسور پارکشه، مانیتورش نشون تا بدم حالی باحاله. این ببینیم مانیتور باز میشه، برق ماشین رو که وصل میکنی مانیتور اینجوری میاد، بعد برق ماشین رو قطع میکنی مانیتور بسته میشه. اینش خیلی باله. حالا این هم جای سویچشه، اینجوری میذاری برای اینکه برقش وصل بشه، یه دنه تو فشار میدی یه دنه استارت میزنی و روشن میشه. اوه چرا فرمونی سفته.
بعد دیگه همون جوری که مانیتورای بی ام و هنوز هم تاچ نی، کلا با این موس همه چی کنترل میشه. این دکمه منوش حالا بزنیم یا توی این منو و میتونی بالا میره مثلا تلفن و کلا مال تنظیمات سیستم مانیتورشه که ما خیلی کاری باش نداریم. توضیح این کاپولدرش هم ببینیم، اینجا بوده قبلا، بعد سر مثلا سال 2012-13 یه دونه اومد اینجا، این هم خیلی باله، هم جای گوشیه احساس میکنم همینجا بالتر بود. چرا عوضش کردم؟ من خیلی باحال کردم. اینم نوع دنده های قدیم بی ام و است که این پشت یه دکمه داره، اینجوری بالا پایین میشه دیگه، یعنی اون سیستم خلبانیه رو نداره. خب یه توضیح هم راجع به فرمانش بهتون میدم. اول اینکه شیفتراش خیلی باحاله، مثلا من شیفتره بی ام رو خیلی دوست داشتم. بعد این نکنه بزنی مانیتورش رو میتونی باز و بسته کنی، بعد با این موزیکش میوت میشه، ولی هم چرا قیافش شکلیه. این حالا مال قبلی بعدی زدن موزیکتونه، کم و زیاد کردنش و جواب دادن تلفنو. حالا صفحه کیلومترش هم ببینیم، البته ذره آفتاب خورده. این ور برای حالا باک بنزین و دور موتور، برای سرعتتون، برای دمای آبش چیزی نداره، چی بهش میگه از این بیل بلک ها نداره. بعد اینجا هم حالا یه جا داره میتونین نمیدونم موبایل و اینجور چیزا بذارین و تنظیم نور بی ام وا که هنوز هم همینجاست. یه حالا این هم نشونه تو بدم، ماشینه کروک برای یه دونه دکمه اینجوری داره که کل شیشه ها رو همزمان میده بالا پایین. حالا این برای شیشه های عقب و جلو، ولی این برای کل شیشه ها به صورت همزمانه. نمای کلی سویچ، حالا برای باز کردن در ماشین و قفل کردنش و اینم برای صندوقش. ولی یه چیزی که هست، این دو بار این دکمه باز کردن صندوق رو بزنی نگهداری، سقف شروع میکنه باز شدن. خب آقا یه چیزی جالبی هم که هست، این ماشین صندلیش برقیه و اینکه مموری صندلی هم داره، حالا هم صندلی راننده هم صندلی شاگرد جفتش برقیه، و ولی فقط صندلی راننده مموری صندلی داره. بریم ببینیم عقبش میشه نشست، اصلا قابل نشستن هست یا نه. حالا موقع تست درایو میلاد کامل میندازم عقب طبق معمول، نشونتون میدم که آیا یکی جا میشه یا نه. سقفش باز باشه فکر کنم اوکیه، ولی سقف بسته یه دقیقه نمیدونم. وای میسته یا میخواد بیاد عقب. آها نه، اینجا باشه، این یه ذره ستونش هنگ که کجه نیمرخ میشی، ولی آره این حالت اینجاش ناراحته که مجبوری نیم رخشی، وگرنه جای پاش خوبه. باید کج بشینی، رو به شمال شرقی باید بشینی، اینجوری بشینی راحتی، ولی بخوای صاف بشینی ناراحتی. اینجاش اذیت کننده است. ولی بریم یه دوری بزنیم ببینیم سواریش چطوره. فرمانش سفته شدید، همیشه همینه فرمونه شد. مود رانندگی نداره، نه نداره. نکتهش که خیلی جالب بود، ارتفاعش خیلی پایینه ولی نمیگیره. این نکته اصلا یکی از بزرگترین نکات مثبتیه که میشه راجع به ماشین کوپه کروک راجبش گفت. میلاد عقب نه اصلا راجب. نه کجه. آره یه ذره کجه، شمال نمیشه را. خب ولی یه جوری خیلی ماشین تو دستیه، میدونی، هم خیلی کوچیکه هم مثلا
جز معدود کوپایی بود که اصلا تجربه رانندگیشو هیچی نداشتم. بعد یه خوبی هم که داره چون توربو نیست میتونی بهش سوپر نزنی. شنگ هر جا میتونی با این ماشین بری، ولی با اکثر کوپاها که توربو دارن شما شاید خیلی مسافرت ها رو نتونی بری. بعد اینکه ولی خب به خاطر اسپورت بودنش، پایین بودنش، ذره هندلینگ خشکی داره کلا. بعد دیگه بخوام بهت بگم شتابش نمیفهمیش، موتورش خیلی بی صداست. برای ماشین 6 سیلند توقع صدای موتوری یه تکونی اصلا، یعنی شاید اول واقعا باورت نشه 6 سیلندره. نمیدونم واقعا شیشه؟ نداره ها؟ نداره همین جوریه. آقا صفر تا صدش بیشتر از اون چیزی که رو کاغذه، از هفت بیشتره. آره رو کاغذی هفته، ولی فکر کنم با این شرایطی که الان هست یه ذره کار. آره ولی خب نه اینقدر، من فکر میکردم الان یه میدونی طبعه نمیخوام برم اون تو، توقع یه چیز خیلی عجیب داشتم نشد. تو رو دنده دستی امتحان کنی؟ نه 70 با تمام تلاش هایی که شد همون شما رو 10 باید حساب کنی. ها تو جاده چطور بوده باش رفتی؟ سوارش نرمه نسبت به کوپه، خیلی سوارش خوبه. شمال اینا قشنگ جواب داده ها. از نظر صندوقی چی؟ اذیت نمیکنه؟ چون سخت پایین صندوق نداره، تو باکس جمع میشه. آها بعد ولی با سقف بسته رفتیم، با سقف باز هم اوکیه؟ با سقف باز دارم میگم. آها باکس داره خودش اوکیه. آره مشکلی نداره. ولی توقع رخش خیلی خفن تر از توانشه. روخش رو میبینی مخصوصا با این کاوره. الان من خودم منتظر یه چیز عجیب بودم، حالا اسم 6 سیلندر هم میاد. خود 25 کوپه خیلی بهتر از این میزنه. خب سبکتره، موتور سقف رو نداره، خود اون کارو سخت کرده. آره خیلی نرمه، یعنی میشه قشنگ به اسم ماشین شهری. ببین موتور خیلی بی صداه، خیلی چونم سلامت با من تک تک سند میدم. آها 3-4 سال خواب بوده واقعی، کار کرده واقعی. ببین میدونی موتورش واقعا گول زنکه، ولی سوارش لذت بخشه. بعد دیفرانسیل عقبه. آره یا دیفرانسیل جلوه این عقبه. آره قشنگ فکر کنم خوراک سرخوردن و بعد اصلا یه ماشین خیلی تو دستیه، خیلی یعنی ترس رانندگی نداره. یه سری ماشینا اونایی که حالا یا کاپوتای بلند داره یا مخصوصا تو کوپا کاپوتای بلند مثل یه ذره زدفور، یه ترس رانندگی داره، ترس سرعت داره. این خیلی امنیت داره، یعنی پشت فرمونش خیلی احساس امنیت بکنی. آره ولی خیلی میلرزه، یعنی اونم بخاطر که سنشه دیگه. بنده خدا چند سالشه؟ 12-13 سالشه. باز به اون میگم اصلا ببین صدای موتور صفر. فکر کنی حالا یه موتور 6 سیلندر سر و صدا کنه، اصلا نداره. کل بخوام یه نتیجه گیری کنم، یه ظاهر اوکی داری نسبت به قیمت، یه طراحی خوب، رانندگی خیلی نرم و راحت، کمترین صدا برای ماشین کوپه. واقعا سوارش خیلی میتونه لذت بخش باشه تو این رنج قیمت. من ندیدم تو این رنج قیمت بتونی همچین سواری خوبی داشته باشی. بعد ولی فکر کنم
به خاطر سنش قیمت تقریبا نگهداری بالا، به خاطر کمبود واردات، نبود قطعات، باید خیلی مراقبش باشی، خیلی باید خوب نگرش دارین. ولی اگه دنبال توی رنج قیمت الان زیر یه تومنه، آره 701 800 تومنه، آره اگه زیر یه تومن دنبال یه کوپه کروکی بین آره مثلا 800 تا 1 میتونه یه انتخاب خیلی خوب باشه. ولی باید قبول، یعنی اینو بدونی که باید داری بی ام و میخری دیگه، دنبال یه فکر نکنی مثلا یه ماشین 800 تومن یه تومنی میخری خرجش هم کمه، نه، ولی لذت سواری که داره رو هیچ ماشین زیر یه میلیارد در نظر من بد نمیده. و اگر دنبال یه ماشین اسپورتی میتونی گزینه واقعا بی نظیر باشه برات. خب مرسی که تا آخر ویدیو سری یک همراه ما بودین. اگر این ویدیو خوشتون اومده، دارین تو اینستاگرام میبینین، لایک و سیو و شیر شیرتون نره. اگه دارین تو یوتیوب میبینین که ترجیح هم برین تو یوتیوب ببینین، برای شما فقط یه وی پی ان روشن کردنه، ولی برای من خیلی فرق میکنه، باعث میشه بتونم این کارو ادامه بدم. بعد تو یوتیوب هم سابسکرایب و لایک و کامنت و اینهاتون نره. مرسی.